سلام، من محمد محمدی هستم و خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام را به سمع و نظرتان میرسانم. منابع محلی از آمادگی کامل موکب‌های حسینی برای استقبال از زائران حرم امامین کاظمین علیهم السلام خبر دادند. در همین راستا گفته می‌شود موکب‌هایی برای خدمت رسانی به زائران در اطراف حرم امامین کاظمین نصب و برپا شده است. گفتنی است در این موکب‌ها بین زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که قصد دارند 25 ماه رجب به زیارت حرم مطهر امام کاظم علیه السلام مشرف شوند و در مراسم عزاداری این امام همام شرکت کنند، مواد غذایی و آب و نوشیدنی توزیع می‌کنند. سازمان ملل متحد یک بار دیگر ضمن اشاره به استفاده این گروه از فناوری‌های مدرن مانند اینترنت و بازی‌های ویدیویی و هواپیماهای بدون سرنشین، خطرات این گروه هک را نسبت به استفاده از این فناوری در عراق و سوریه هشدار داد. سازمان ملل نسبت به افزایش تعهدات این گروه تندرو هشدار داد و افزود در حال حاضر بیش از 65,000 نیروی سنی های تندروی داعش در کمین نشستند و هر زمان خطر انجام عملیات های تروریستی از سوی آنها وجود دارد. در همین راستا ولادیمیر فرانکوف نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم گفت خطر انتشار روزافزون تروریست های افراطی در مناطق مختلف قاره آفریقا وجود دارد. بر اساس گزارش جدیدی گروه برجسته حقوق بشری، وضعیت آزادی مذهبی در پاکستان نگران کننده است. گروه حقوق بشری HRCP درباره آزادی‌های دینی در پاکستان گزارش جدیدی با عنوان نقض ایمان، آزادی دینی یا اعتقادات در سال 2021-22 منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده روند حوادث مربوط به تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های دینی در پاکستان بین ماه‌های جولای و ژوئن 2022 ثابت باقی مانده است. گزارش منتشر شده به طور عمده روی تغییر اجباری مذهب، توهین به عبادتگاه‌های اقلیت‌های دینی و به حاشیه رانده شدن برخی فرقه‌های دینی و مذهبی در پاکستان تمرکز نموده است. پایگاه اطلاع‌رسانی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی رامزله فتوای معظم الله در مورد انحصار رسانه‌ها توسط حکومت‌ها را منتشر نمود. معظم الله در پاسخ به این پرسش که آیا به انحصار درآوردن رسانه‌هایی همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه توسط حکومت و محروم کردن مخالفان از دسترسی به آنها جایز است، فرمودند جایز نیست. مسئولان مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی رامزله در شهر مقدس کربلا از توزیع 5 نوبت بسته های غذایی و گوشت نذری میان خانواده های نیازمند و ایتام در این شهر مقدس خبر دادند. در همین راستا حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر افزود این اقدام بشردوستانه در راستای عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی رامزله مبنی بر اهمیت کمک به نیازمندان و حمایت از ایتام صورت گرفته است. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی رامزله در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار به کودکان شیعه نیازمند این شهر لباس نو اهدا کرد. این اقدام در عمل به توصیه‌های مرجعیت شیعه مبنی بر حمایت از نیازمندان و در چارچوب فعالیت‌های خیریه این دفتر انجام شد. آمارهای بنیاد مطالعات سلامت استخوان و پوکی استخوان حکایت از آن دارد که از هر 4 مرد 50 ساله و بالاتر 1 نفر و از هر 2 زن 1 نفر در معرض شکستن استخوان به عنوان پوکی استخوان هستند. طبق گفته کارشناسان پوکی استخوان تا سال 2025 میلادی سالانه حدود 3 میلیون شکستگی و تقریبا 25 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت. یکی از استراتژی‌های جدید برای بهبود درمان پوکی استخوان توسعه سیستم‌های داروسازی مبتنی بر نانو مواد بوده که استخوان را هدف قرار می‌دهند.
مهدی رضوی، استادیار دانشگاه مرکزی فلوریدا UCF در آمریکا و دانشجویانش به تازگی یک روش نانویی جدید مبتنی بر نان و حباب‌ها برای درمان پوکی استخوان با استفاده از کاتپسن کشف کردند. در همین راستا در حال حاضر تحقیقات متمرکزی بر انتشار پایداری و ایمنی دارو با تمرکز بر بهینه‌سازی نان و حامل‌ها در حال انجام و پشتیبانی است. کنفرانس بین‌المللی تجارت، بانکداری و اقتصاد اسلامی در روزهای 16 و 17 فوریه، 27 و 28 بهمن در بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس استفاده از نظرات و تجربه های کارشناسان بین‌المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی برای ترویج این مفاهیم در همه جوامع است. کارشناسان همچنین بر این حقیقت تاکید خواهند کرد که اقتصاد اسلامی میتواند منجر به شکوفایی اقتصاد در همه جوامع در سراسر دنیا شود. این کنفرانس به صورت حضوری در بانکوک برگزار می شود، اما تعدادی از کارشناسان نیز به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت و اطلاعات خود را از این طریق با مخاطبان در میان می گذارند. قابل ذکر است دارایی و درآمدزایی بانکداری اسلامی اکنون بیش از 2 تریلیون دلار است و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال 2023 میلادی به 3.8 تریلیون دلار برسد. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.